محمد جواد اکبر این پژوه از پاریس با ماست. آقای اکبر، شنیدید بعضی از شعارهای معترضان رو؟ مرگ بر خامنه ای، مرگ بر دیکتاتور، فرمانده کل قوا، استعفا، استعفا. هفت روز از یک فاجعه انسانی و ملی گذشته. آیت الله خامنه ای امروز صحبت کرده، اشاره ای نه تنها به این حادثه نکرده که این درخواست هایی برای استعفا رو هم بی‌پاسخ گذاشته. بله، ببینید، همین که این تصاویر این شعارها رو و این صداها رو ما داریم از یک رسانه فارسی زبان خارج از ایران میشنویم، این معنادار و تصویر واقعی ماجرا رو نشون میده. من یه مثال برای شما بزنم. در اینجایی که ما زندگی میکنیم، فرانسه، بیش از 50 روزه که کشور فلج شده با اعتصابات. متروها کار نمیکنه و وضعیتی است که خب در خبرها آمده و بینندگان احتمالاً میدونن. در این مدت تمام شعارهایی که در تجمعهای اعتصاب کنندگان داده میشد، از تمام تلویزیونهای این کشور صدا شنیده میشد. تمام اون کسانی که شعار میدادن صدا داشتن در رسانه‌های داخل کشور خودشون. رسانه‌ها میرفتن باهاشون مصاحبه میکردن. صداشون میرسید و اتفاقا این دولت بود و آقای رئیس جمهور مکرون بود که باید دنبال رسانه ها میدوید تا صدای خودش رو و صدای دولت خودش رو در میان صدای اعتراض کنندگان برسونه. من میخوام بگم در کشوری که صدای این شعارها فقط از همون بلنگو دستی هایی که تو تصاویر هست شنیده میشه و نه تنها رسانه های داخل کشور صدای این شعارها نیستند، بلکه حتی خبرگزاری رسمی دانشجویان، من نگاه میکردم خبرگزاری ایسنا رو که خبرگزاری رسمی دانشجویان ایرانه، این خبرگزاری انگار خبرگزاری سرزمینی به نام جابلغاست، انگار این اتفاقات مطلقا در دانشگاه های کشور نیفتاده. در این هفته گذشته ابتدا 15 دانشگاه اعتراض کردند و تا دیروز 13 دانشگاه همچنان درگیر اعتراضات بودن. بعضی از تصاویر شما مال دیروزه، انگار نه انگار که این خبرگزاری اصلا خبرگزاری دانشجویانه، چه برسه به رسانه‌ها. در نتیجه همین وضعیت رو ما اگر نگاه بکنیم میتونیم بفهمیم که این شعارها در چه یأسی از داخل و از اصلاح و از تغییر در داخل ریشه داره که به این نقطه میرسه. آقای اکبر، این قراره که امامت نماز جمعه این هفته را آیت الله خامنه ای بر عهده داشته باشه، برای اولین بار بعد از اعتراضات سال 88 که آقای خامنه ای قرار صحبت بکنه. چه ارزیابی میشه داشت از اینکه تصمیم گرفته در این مراسم شرکت کنه؟ به گمانم آقای خامنه ای باید یک پاسخی به این صداهای جاری درباره سیاست داخلی و سیاست خارجی کشور بده. این صداهای جاری چیه؟ باز برگردیم به شعارها. ببینید تو این شعارها ما میشنویم که هم درباره سیاست داخلی اظهار نظر میکنن. مثلا میشنویم میگن که نه رفراندوم، نه اصلاح، اعتصاب، انقلاب. این همون دانشگاهیه که در سال 80 در دور دوم آقای خاتمی شعارش آری به اصلاحات بود. یعنی انتخاب دوم آقای خاتمی رو نوعی رفراندوم قرار داده بود در مقابل مخالفان اصلاح و تغییر که بگه ما با آقای خاتمی رأی میدیم در دور دوم به عنوان آری به اصلاحات. همین دانشگاه و نسل جدید همین دانشگاه امروز رسیده به اینجا که نه رفراندوم، نه اصلاح، اعتصاب، انقلاب. این درباره سیاست داخلی. درباره سیاست خارجی هم میگه بسیجی، سپاهی، داعش ما شمایی. یعنی همه اون چه که تصور داره از داعش، از حمله داعش به امنیتشون، به آبروی مردم، به جان مردم، به مال مردم، به فرهنگ مردم، به تاریخ مردم، همه اون چه که راجع به داعش شنیده در نوع دیگری داره در نیروهای مدعی حافظ امنیت مردم میبینه. بنابراین آقای خامنه‌ای باید بیاد نماز جمعه، اولین کاری که باید بکنه به گمان من اینه که به نیروهای خودش در واقع اطمینان بده، نیروهای خودش رو قانع بکنه. اینا که تو خیابونن قانع نمیشن،
تردیدی نکنیم اینایی که تو خیابونن اگر قرار بود با صحبت آقای خامنه ای قانع بشن تا حالا شده بودن، و اگر قرار بود آقای خامنه ای مخاطبش اینا باشه تا حالا کاری کرده بود. نه آقای خاتمی، نه آقای خامنه ای مخاطبشون این مردمن و نه این مردم منتظر شنیدن صدای او هستند. به گمان من خطبه آینده نماز جمعه آقای خامنه ای مخاطب اصلیش در هر قالبی بیان بشه، در قالب تهدید دشمن باشه، در قالب وعده یا وعید باشه، در هر قالبی باشه، مخاطب اصلیش نیروهای خودشن، نیروهای هوادار خودشن که این روزها به نوعی فرو پاشیدن، یعنی اون با اون اعتماد به نفسی که اومدن از نقص فنی هواپیما دفاع کردن و ناگهان دیدن تمام اعتماد و دفاعشون رو پای یک دروغ سیستماتیکی ریختن که دیگه نمیشه ازش خلاص بشن. الان روحیه‌شون رو از دست دادن و الان فرماندهان سپاه هرچی بیشتر مصاحبه میکنن بیشتر به اصطلاح معروف گاف میدن، یعنی هر مصاحبه‌ای که هر کدوم میکنه یک ابهامی به ابهاما افسوده میشه. برای همین پیش بینی من این استش که هدف و همت اصلی آیت الله خامنه ای در خطبه آینده اقناع، آرامش دادن و روحیه دادن به هواداران خودش. فکر میکنه که آقای خامنه ای چه آسی باید رو بکنه که طرفدارانش رو دوباره بتونه با خودش همراه بکنه؟ تجربه های قبلی ایشون رو باید نگاه بکنیم. ببینید ایشون گاهی از موضع مظلومیت آمده جلو، مثلا به امام زمان شکایت کرده. در تجربه های قبلی نگاه بکنی حوادثی مثل 88 یا حوادثی مثل 78، شما در هر دو مورد نگاه بکنی ایشون اومده و یکی از حربه هایی که استفاده کرده این بوده. مثلا در سال 78 بعد از کوی دانشگاه آمده گفته که اگر عکس منم پاره کردن شما چیزی نگید، مثلا امام زمان تو شاهد باش که ما بعد ملت گریه کردن. خب این یک در واقع جلب ترحم به مظلومیت خودش میتونه ابزاری باشه. در سال 88 هم آخر خطبهش گفت ای آقا و مولای ما تو گواهی بده که ما در راه تو ایستاده ایم. خب باز همین اتفاق افتاد. اما در کنارش، در کنار استفاده از حربه مظلومیت، ممکنه تجربه های دیگه ای رو هم اینجا به کار بگیره. مثلا ما دیدیم که در گذشته آبروریزی ها رو ایشون با خونریزی جبران کرد. مثلا آبروریزی قتل های زنجیره ای که خود وزارت اطلاعات قاتل بود وقتی افشا شد، ایشون آمد و گفت که من مطمئنم این کار خارجیه و از وزارت اطلاعات و از نیروهای امنیتی میخوام برن دست خارجی رو پیدا کنن. نتیجه خطبه آقای خامنه ای در نماز جمعه بعد از آبروریزی قتل‌های زنجیره‌ای خونریزی شد. یعنی اول سعید امامی رو تو زندان کشتن، اسمش گذاشتن خودکشی، بعد شکنجه همسرش و اون ویدیوهای هولناکی که بیرون آمد. در تجربه سال 88 هم ما دیدیم بعد از آبروریزی تقلب، وقتی حتی مسئولان نظام هم قانع نشدن، در خاطرات آقای هاشمی ما میخونیم، این خاطرات در زمان زنده بودن آقای قاسم سلیمانی منتشر شده، آقای هاشمی در خاطراتش میگه حتی قاسم سلیمانی هم معتقد به تقلب بود در زمان حیات آقای سلیمانی منتشر شده و آقای سلیمانی تکذیب نکرده. به هر حال در اون زمان باز اون آبروریزی رو اومد با خونریزی جبران کرد و اعلام کرد که اگر برنگردید به خونه هاتون مسئول خونها و خشونتها خودتون. آقای اکبرین، بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی و حضور تقریبا میلیونی، اگر که به حال رقم دقیقی در دست نیست، ولی به هر حال حضور پرجمعیت بسیاری از طرفداران او در مراسم تشییع او، به نظر می اومد که حاکمیت یک اعتماد به نفس تازه گرفته، یک خون تازه گرفته از این حمایتی که شاهدش بوده. آیا میشه گفت که اعتراضات بعد از ساقط شدن هواپیمای مسافر بری اون سرخوشی ناشی از اون رو از بین برده بین حاکمان؟ ببینید صرف نظر از اینکه داوری ما درباره آقای سلیمانی چی باشه، یعنی داوری مثبت باشه یا داوری منفی باشه، جزء هر طیفی باشیم از داوران نسبت به او، نمیتونیم انکار بکنیم که حکومت از تشییع قاسم سلیمانی دچار یک توهم بزرگ شد. یعنی در یک بررسی آمده که طیف ها رو وقتی شمرده، طیف های شرکت کننده در تشییع رو به تعبیر شما میلیونی،
به 8 دسته تقسیم می شدن که 1/8 این جمعیت معتقدان به نظام و ولایت بودند. یعنی 7 دسته دیگه 7 تصور مختلف از قاسم سلیمانی داشتند که در این تشییع شرکت کردند. در این تشییع دامنش از آقای خامنه ای به اردشیر زاهدی دوران پهلوی میرسه. خب اینو حاکمیت ندید، اینو گذاشت به حساب خودش، و چون گذاشت به حساب خودش و دچار این توهم شد، این سرخوردگی بعد از آبروریزی شلیک به هواپیما بیش از یک سرخوردگی عادی این حکومت رو منفعل کرده. البته البته میتونستیم در یک شرایطی آرزو بکنیم که ای کاش از اون جمعیت و از این حوادث و از این آبروریزی درس بگیره و مسیرش رو عوض بکنه، اما تجربه های مختلف در فراز و نشیب ها نشون داده نظام هر جا مردم بهش لبخند زدن به حساب خودش گذاشته، و هر جا اعتراض کردن به اسم دشمن گذاشته، و این نظام ظرفیت اقبال مردم و حمایت مردم رو نداره و تمام فرصت های اصلاح و تغییر رو از دست داده. متشکرم محمد جواد اکبر، این روزنامه نگار و دین پژوه از پاریس فرانسه با ما.